خواسته نافرجام. قصه حقیقی زندگی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان خواسته نافرجام را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال یوتیوب فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا هم ایمیل آدرس fcmedia74@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. خواست نافرجام، قسمت اول. عاشق دختر خاله ام بودم. از مادرم خواستم تا پدرم را در این مورد راضی کنه و دختر خاله را برم خواستگاری کنه. پدرم چندان مناسبات خوبه با شوهر خاله ام نداشت و همیشه مفکوره های متفاوت داشتند. پدرم فارغ تحصیل یکی از شهرهای اتحاد جماهیر شوروی وقت و اما شوهر خاله ام از مجاهدین وقت حمایت می کرد که تضاد فکری عمیقی داشتند. اما مادرم از اینکه خواست مرا نادیده نگرفته باشد، پدرم را راضی ساخت تا به خواستگاری دختر خاله ام برود. خلاصه اینکه والدین من با تن چند از بزرگان به خواستگاری رفتند تا این امر خیر و خوشی را با شوهر خاله ام در جریان بگذارند. شوهر خاله ام که موضوع را کم کم درک کرده بود، قبل از اینکه پدرم حرفی در مورد رفتنشان به آنجا یاد کند و شوهر خاله ام که می دانست من افسر پلیس هستم، خودش شروع به درفشانی کرد و افزود: من هرگز دخترم را به حکومتی ها و مخصوصاً به یک افسر نمی دهم، چون افسر در این شرایط جنگی کشته می شود و دخترم بدبخت خواهد شد. پدرم از این طرز دید شوهر خاله ام خیلی ناراحت شد و با عالم از عصبانیت به خانه برگشت و مادرم جریان را بازگو کرد. خیلی ها ناراحت شدیم. دختر خاله ام هم بسیار زیاد علاقمند من بود، شدید ناراحت شد و روز به روز افسرده می شد. در ضمن پدرم هم قسم خورد که هرگز دختر خاله ام را برایم به همسری قبول نکند و از روی ضد و لج با شوهر خاله ام تصمیم گرفت که به زودترین فرصت ممکن مرا با دختر دیگری نامزد کنند. گمان بود که یکی از دختران اقوام ما را خواستگاری کرد. البته با عجله و بدون در نظر داشته خواست و علاقه من، مرا با شخصی که هیچ شناختی از او نداشتم نامزد کرد. دختر خوبی بود، با سواد و با سلیقه، اما 7 سال بزرگتر از من بود و هیچ شناختی از همدیگر نداشتیم. با عجله تمام، یعنی ظرف 2 ماه، مراسم ازدواج ما صورت گرفت. وقتی دختر خاله ام از جریان با خبر شد، در روز عروسی ما دست به خودکشی زد و به شفاخانه بستری شد و من هم زیاد از این وضعیت رنج بردم، ولی از عصبانیت و ناراحتی پدرم در مورد این موضوع فوق العاده ترس داشتم و ناگزیر تن به این مجبوریت دادم. خب عروسی کردیم و زندگی جدید را با دل ناخواسته آغاز کردیم. گرچه خانمم از لحاظ سن بزرگتر از من بود و تحصیلش هم بیشتر از من بود، همیشه خودش را بالا از من تصور می کرد
و اکثراً مرا تحقیر می کرد. و بعدها وقتی از جریان عاشقی من با دختر خاله ام خبر شد، برخوردش خیلی ها بدتر از قبل بود. در حالی که دختر مورد علاقه ام قبلا ازدواج کرده و زندگی رقتباری را دنبال می کرد. با خانمم هرگز هم فکری و توافق نداشتم و طور برخورد می کرد که فکر می کردی مادرم و یا خواهر بزرگم باشه و متداوم مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفتم. در این وضعیت حس می کردم که خوشبخت نیستم. پدرم همیشه خانمم را حق به جانب می دانست و مرا سرزنش می کرد. روز به روز دلم از این مشکل سرد شده بود. یکی از روزهای گرم تابستان بود، خوب به یاد دارم که در مقابل پشتنی تجارتی بانک استاده بودم که در مقابلم دختری با موهای دراز و قشنگ به رنگ سیاه استاد و از من پرسید که آیا ساعت کاری بانک برای امروز تمام شده؟ من به صورت و طرز حرف زدنش خیره شدم. او دوباره پرسید که با شما هستم. تکان خوردم. گفتم ببخشید، متوجه نشدم. سوالش را دوباره تکرار کرد. ساعت کاری بانک را پرسیدم. گفتم بله بله، برای امروز کار داد و ستد بانک تمام است. دوباره گفت میشه بگویید که فردا چه ساعت آغاز به کار میکنید؟ گفتم فردا ساعت 9 صبح. تشکری کرده میخواست برود که ناخودآگاه گفتم میخواهید فردا که آمدید کمکتان کنم؟ چون که زیاد بیروبار میباشد. من اینجا آمر پوسته امنیتی هستم. گفت بله حتما. گفتم نامم احمد است. گفت خوب است، تشکر. اگر مشکلی بود از شما کمک میگیرم. خدا حافظی کرد و رفت. یک دل نه، صد دل عاشقش شدم و هیچ نتوانستم حتی برای یک لحظه چهره، نگاه و حرف زدنش را از ذهنم بیرون کنم. با خود می گفتم کاش بیشتر آشنا می شدیم. کاش اسمش را می پرسیدم و باز با خود می گفتم که اگر فردا نیاید چی؟ همه وقتم را تا فردا با عالم از خیالات گذشتاندم. فردا از ساعت 8 صبح چشم برا در مقابل ورودی بانک نشسته بودم که نزدیک ساعت 9 دیدم دختر با پنجابی کریمی بتن و سرپایی برنگ نسواری و موهای افتاده تا کمر با یک زن میانسال از داخل تاکسی پایین شدند و داخل در ورودی بانک شدند. فکر میکردم خواب میبینم. یک بار لبخند زد و نزدیک آمد. قلبم تون تون میزد. سلام داد. خانمی را که همراه داشت معرفی کرد. مادرم است. سلام دادم. بعد رو به مادرش کرد و گفت دیروز این جوان را دیدم و وعده کرد که هر مشکلی در بانک داشتم کمک میکند. و بعد رو به طرف من کرده گفت نامتان احمد بود بله؟ گفتم بله. از دستکولش کتابچه بانک و تذکره مادرش را بیرون کرد و به دست من داد و گفت میخواستم از حساب مادرم پول برداشت کنم. گفتم خوب است، پس بیایید با من. در مسیر راه فکر میکردم قلبم از جایش کنده میشه. ده ها سوال در ذهنم خطور میکرد ولی جرأت پرسیدن را نداشتم. کار جریان اخذ پول تمام شد. در جریان راه به طرف دروازه عمومی رو به مادرش کردم و گفتم که هوا بسیار گرم است. اگر موافق باشید به دفتر رفته با آب سرد و یا نوشابه از شما پذیرایی کنم. مادرش گفت که بله پسرم، خیلی تشنه هستم. اگر یک گیلاس آب لطف کنی ممنون میشم. خدا را هزاران بار شکر کردم که حداقل
به این بهانه میتونم با شخصی که ناخودآگاه علاقمند شده ام هم کمی با هم دیگر باشیم. به دفتر رهنماییشان کردم و هدایت دادم که آب سرد بیاورند. یک بار متوجه شدم که مادر رو به دخترش کرده گفت: شبنم جان، دخترم، این اسناد ها را به داخل دسکولت بگذار که گم نشود. همون بود که تازه فهمیدم نامش شبنم است. رو به طرفش کرده گفتم: شما هم آب می نوشید؟ گفت: نه ممنونم. خلاصه از جایم برخواستم و یک قطعه کارت شناساییم را برایش دادم و گفتم هر زمان کار خدمتی بود با من تماس بگیرید، من در خدمتم. شنونده های عزیز، این بود بخش اول داستان خواست نافرجام. بخش دوم داستان را در ویدیوی بعدی تماشا میکنید. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.